آیا بخشی از جریان چپ در سطح جهانی بر اثر ستیزه‌جویی با آمریکا جانب جمهوری اسلامی را نگرفته است؟ مبارزه با آمریکا به هر قیمتی به چه نتایجی می‌انجامد؟ سلام. اخیراً نایجل فاراج، یکی از سیاستمداران بریتانیا، جرمی کوربین رهبر حزب کارگر، حزب چپ و مخالف دولت حاکم را متهم کرد که در عمل به حمایت از جمهوری اسلامی ایران غلطیده است. او گفت در سالهای اخیر هرگز نشنیده که کوربین سیاستهای ضد بشری جمهوری اسلامی را محکوم کند، اتهامی که جرمی کوربین رد کرد. اما جدای از اونچه که کوربین گفته و جدای از نیت آقای فاراج که خود متهم به عوام فریبی در موارد عدیده است، از جمله در جریان برکسیت، رفراندوم خروج بریتانیا از اروپا، مخاطب ایرانی چنین جنجالی می‌داند که شماری از جریان‌های چپ همواره در یک تناقض روانی پیچیده گرفتار بودند، تناقضی که ناشی از نگاه آنها از یک سو به آمریکا و از سوی دیگر به جمهوری اسلامی است. البته کم نیستند گروه‌ها و احزاب و شخصیت‌های چپگرایی که خود را گرفتار در چنین تناقضی نیافتند و به یک میزان از آمریکا و از اسلامگرایی آمریکا ستیز فاصله گرفتند. اما کم هم نیستند جریان‌های چپی که بر اثر ضدیت با آمریکا و غرب به حمایت از اسلامگرایی در لباس‌های مختلف آن از جمله شکل ایرانیش غلطیدند. آیا چنین پیامدی به ویژه بعد از انتخاب ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا شدت نگرفته؟ اگر چنین است، چگونه جریان‌های چپ می‌توانند خود را از چنین دامی برهانند؟ این موضوع را با مهمان‌های این هفته در میان می‌گذاریم. آرش جودکی، پژوهشگر فلسفه سیاسی، و یاسمین میزر، سردبیر نشریه چپگرایی کریتیک به زبان انگلیسی. خیلی خوش آمدید. آقای جودکی، شما این اتهامی که در مقدمه ازش صحبت کردم رو وارد میدونید، به ما بگید چرا؟ اجازه بدید من توی سه لایه این مسئله بررسی کنم. اول یه یادآوری تاریخی، یادآوری داده‌های تاریخی که مربوط میشه به تاریخ همروزگار ایران. دو، در دومین لایه سعی میکنم نشون بدم چرا یک گونه همدلی بین بخشی از جریان چپ با اسلامگرایی وجود داره، و در سومین مرحله بایستگی نقد اسلام و هر دینی با یادآوری ریشه های مارکسیستی چپ، اینو میخوام فقط گوگزت کنم. اولین وقت هر بار سه تاریخ میدم. تاریخ اول من 8 مارس 1979، 17 اسفند 1357، وقتی که بعد از گفته خمینی که همین تاکید کرد روز 16 اسفند که در وزارتخانه‌های اسلامی نباید مسیحیت بشود، زنان نباید لخت بیایند، و که این گفت اگه میخوان بیان باید حجاب داشته باشن، حجاب شرعی داشته باشن، تظاهرات گسترده‌ای در تهران و در تمام شهرهای ایران صورت گرفت به وسیله زنها. در همون موقع هیچ کدوم از جریان‌های چپ از این اعتراض زنها حمایت نکردن و گفتن مبارزه با امپریالیسم مهمتره. این هیچ کدوم، یعنی میتونید با قاطعیت این رو بگید؟ بخش بزرگیش. آها خب، الان فرق داره. الان اگه بخوایم یادآوری کنیم میتونیم چند تا آدم پیدا کنیم، متجست. چند تا صدای مختلف. آها، یعنی اون چند تا آدم، چند تا صدا معتقدید چنان نه، چنان رسا نبودن که بقیه بله. رو چیز کنند. همزمان با همین، یعنی به قول یکی از دوستان من که اون موقع دانشجو بود، میگفت که صحبت همه توی دانشگاه این بود که اینا ضد امپریالیسمن و باید ازشون دفاع کرد. و دوست من، یعنی جمهوری اسلامی، از جمهوری اسلامی من سعی می‌کنم جمهوری اسلامی رو با هم بگم، نه جمهوری اسلامی، چون اسلامش باید کاملا تاکید بشه. و این دوست من میگفت که اینا ضد زنن، ضد آزادین، ضد فرهنگن، ضد امپریالیسم هم هستن. دومین تاریخی که میخوام بدم 17 اکتبر 1961، گونه همدلی از بخشی از جریان چپ با اسلام و اسلامگرایی صورت میگیره. در روز 17 اکتبر 1961 تظاهرات گسترده‌ای به وسیله به فراخوان FLN، یعنی جبهه آزادی بخش میهنی الجزایر، صورت گرفت و در اون روز پلیس نزدیک به 50 تا 200
تا از الجزایر رو کشت و این در کجا؟ در پاریس و در تمام پاریس. در تمام بله. فرانسه بله. و این نقش خیلی خیلی مهمی داشته به نظر من در شکل گیری یک نوع احساس چپ در برابر مسلمان ها و اسلام، چون که مسلمان همزمان برای اینا هم معنی شد با ستم دیده و در شکل گیری یک گونه آگاهی عاطفی نسبت به چپ فرانسوی در برابر اسلام و مسلمان‌هاش این رخداد خیلی خیلی مؤثر بود. همزمان با اون وقتی که جنگ در حقیقت جنبش رهایی بخش الجزایر صورت گرفت، خیلی از چپ‌ها با اینا همدلی می‌کردن، ولی چشمشون رو بستن به اینکه در حقیقت افلن داشت یک برنامه اسلامی رو پیش می‌برد و اینا سال‌های بعد راجع به این مسئله صحبت کردن. و سومین تاریخی که میخوام بدم این تاریخ فوریه 1844، وقتی که مارکس اولین بار پیشگفتار خودش رو به نقد فلسفه سیاسی هگل، فلسفه حقوق هگل مینویسه و تو اونجا مارکس میگه که اولین نقد نقد مذهبه، یعنی ما باید هر گونه نقد رو از نقد دین شروع کنیم. و این سه تا تاریخ اگه برگردیم به ریشه‌های مارکسیست، باید به این مسئله پیش مارکس دقت کنیم. این تاریخ سوم رو به این دلیل گفتید که معتقد هستید که به این بنیاد فلسفی چپ روی نکرده و فراموش کرده بلد. چیزی که مارکس گفته بلد. و دو تاریخ دیگه نشون میده که چپ بلد. فراموش کرده که باید با مذهب مبارزه کنه. بله. شما معتقد هستید در دنیای کنونی جریان‌های چپگرا باید کماکان با مذهب مبارزه کنن، یعنی اون حال و هوا، اون فضا، اون چیزی که مارکس رو واداشته اون رو بگه به کنار، در جهان حاضر که بیش از 150 سال از اون گذشته، کماکان فکر می‌کنید باید به اون جمله چسبید و جریان‌های چپگرا این رو اولویت قرار بدن؟ در جهان همروزگار اسلام خیلی خیلی زوره زیاده. ما نمیتونیم با توجه به این 500 سالی که گذشته در اروپا و دینای دیگه مثل مسیحیت و یهودیت ضعیف شده، فکر کنیم که اسلام هم همون راهو رفته و دلمون خوش باشه که اسلام اون چیزی نیست. اسلام الان در جهان یک ادعای جهان روا داره. ادعای جهان رواست، زور دارن، پولم دارن. یعنی فکر میکنید نسبت به 150 سال پیش حتی با جدیت بیشتر باید اون برنامه‌ای که مارکس توصیه کرده رو بیگمان. خانم میزر نجار، شما چیه؟ برای چپ در ایران و در هر جای دیگه ای همیشه این تناقض وجود داشته که از یک طرف ایدئال هایی داشته و در یک از یک طرف دیگه با یه سری مسائل روزمره روبرو شده. این چپ به نظر من از دهه بیست قرن بیست با جدایی ها، انشعاب ها، اختلاف های بیشمار روبرو بوده و مطمئناً بعد از 1989 سقوط بلوک شرق و غیره نمیشه از یک چپ صحبت کرد. این چپ دیدگاه های استالینیست داره، تروتکیست داره، ماوست داره و تو هر کدوم اینا ده ها نظر داره. به همین دلیله که برخورد هر کدوم از اینها متفاوت بوده و درجات متفاوتی داشته. این درسته که در طول حیات اتحاد جماهیر شوروی چپ مشخصاً رفته پای این قضیه که هر چیزی که وزنه رو به ضرر امریکا و قدرت‌های غربی بکنه و الزاماً به نفع اتحاد جماهیر شوروی، و این تعیین کننده بوده برای بخش‌هایی از چپ، حتی بخش‌هایی که مثلا تروتکیست بودن و شوروی رو قبول نداشتن ولی این توازن رو فکر می‌کردن. و به نظر من اشتباه عمده چپ ایران در 1979 در 1357 این وزنه بوده، وزنه یعنی گرفتار شدن در جنگ سرد. در جنگ سرد وزنه که برای امثال من و خیلی های دیگه اصلا اهمیت نداشته، چرا که شوروی رو قبول نداشتیم، متوجهید؟ یعنی این وارد پایه های خانم میزر، چندین ده هست که شوروی فرو پاشیده و مناسبات دیگه ای در سطح جهانی برقراره، ولی کماکان میبینیم که اون اتهام نه فقط به یه بخشی بلکه به جریان‌های اصلی در چپ یه جوری میچسبه.
درسته که شما گفتید که نه همه چپ و جریان هایی، اما من مثالی میزنم، همکاران من روی صفحه میندازن یه بخشی از حرف های جرمی کوربین رهبر کنونی حزب کارگر رو که در 2015 4-5 سال پیش در یکی از مساجد لندن چنین گفت و من چون کوتاه خودم ترجمه میکنم حرفاش رو. The inclusivity, the tolerance and the acceptance of other faiths, other traditions and other ethnic groupings within Iran. And I think that's something that most people in the West simply do not understand. Jeremy Corbyn داره توصیف یک کسی، سخنران پیشین از خودش از ایران رو ذکر میکنه، نقل میکنه، ولی با همدلی. یعنی به نظر میاد جرمی کوربین داره میگه که درسته و در ایران مدارا و پذیرش پیروان دیگر و دیگر سنت‌های فکری و گروه‌های قومی چیزی که مردم در غرب ازش خبر ندارن. الان نه جنگ سرد، این تعبیر اشتباهه، ولی دلیلی داره همین تعبیر آقای کوربین. و کوربین آدم پیچیده است. در 1990 اولین نماینده پارلمان انگلیس بود که از زندانیان سیاسی ایران دفاع کرد. اینا هم باید گفت در دفاع ازش. ولی اشتباه و کل ائتلاف ضد جنگ که ایشان هم جزء بشه در این رابطه اشتباه کرده. ولی یک چیز رو باید دقت کرد. اسلام رو در منطقه ما اون نیروی قوی کرد که اتفاقا اتحاد جماهیر شوروی مسئلش بود و در مقطع قیام بهمن هم ترجیح میداد مذهبی ها به قدرت برسن تا چپ به قدرت برسه. و بعد از اون این داره در زمانی صحبت میکنه که اگه بخواید ما جنگ عراق رو پشت سر گذاشتیم، جنگ عراقی که در بریتانیا تاثیر خیلی قوی گذاشته در امریکا ستیزی و در جوانایی که الان دور و برش هستن. و در همین حزب کارگر معاونش آقای و کسی که الان خزانه داره آقای جان مکدونالد وزیر سایه در خزانه داریه موضع کاملا متفاوت داره از برعکس اون چیزی که فاراج میگه. از همه اعتراض های کارگری معلمان در ایران دفاع کرده. در نتیجه بر بحث من اینه که چپ رو نمیشه به این محکوم کرد. همونطور که ببینید من میتونم بگم راست در اروپا تمایلات فاشیستی توش هست، ولی نمیتونم بگم همه راست هیتلری هستند یا فاشیست. کوربین رهبر حزب کارگره، یعنی یک عضو حزب کارگر یا حتی فقط یه نماینده حزب کارگر نیست، رهبر حزب کارگره. درسته گفتید که صداهای مختلف در حزب کارگر هست، اما وقتی کسی که الان رهبر حزب کارگره چنین بگه، البته میگید بستر اون زمان ادامه جنگ عراق بود، ادامه جنگ در افغانستان بود. اونهایی که منتقد هستن اتفاقا میگن این جور چیزها، جنگ عراق، نمیدونم جاهای دیگه ای که آمریکا دخالت میکنه، اینها باعث میشه که آمریکا ستیزی در چپ چنان دست بالا رو بگیره که بغلطه چپ یا جریان هایی در چپ بغلطه به سمت دفاع از اسلامگرایی از جمله جمهوری اسلامی. ببینید من ندیدم هیچ بخشی از مثلا مطبوعات راست در بریتانیا توجهی که مطبوعات چپ بریتانیا دارن به اعتراض های کارگری در ایران رو ارائه بدن. در نتیجه این اتهام میشه مطرحش کرد ولی باید ثابتش کرد. میدونید من برای همین اتهام به فاشیست بودن راست رو گفتم. میشه این رو مطرح کرد ولی باید با رقم و عدد و بررسی این نشریه ها مطرح کرد. در میان اتحادیه کارگری انگلیس که برخیشون قوی هم در حزب کارگر رأیشون تعیین کننده است، رهبران برخی از این اتحادیه ها هر موقعی که ازشون حمایت میخواهی در رابطه با کارگران ایران اولین کسی هستند که امضا میکنند. این نکته ایه آقای جودکی. جریان های چپ در عین اینکه اینجا و اونجا اظهاراتی شبیه اونچه که پخش شد ازشون میبینیم، وقتی که بهشون مراجعه میشه با صدای قوی از جنبش زنان، از حرکت های اعتراضی از جمله اعتراضات کارگران علیه وضعیت چه صنفی چه سیاسی در ایران میان دفاع میکنن. همین آقای کوربین نه فقط موردی که خانم میزر گفتن، بلکه من از یک فعال دیگه ایرانی شنیدم که
چند سال پیش وقتی رفتن تماس بگیرن با نماینده‌های پارلمان بریتانیا برای اینکه جلبشون کنن به یک کمپینی علیه وضعیت حاکم در ایران، از جمله اولین کسانی بود که پا پیش گذاشت و دفاع کرد از اون کمپین علیه سیاست‌های حاکم در جمهوری اسلامی. این هم هست دیگه، یعنی اینها رو باید با هم سنجید، نه اینکه یک حرف رو در یک جا تبدیل کرد و تعمیم داد اولا به تمام سیاست‌های اون شخص، دوما به تمام جریان‌های چپ. اگه کوربین رو بذاریم کنار، من میخوام بگم که یه سوالی بکنم بدون اینکه آمار داشته باشم که چقدر اینا دفاع کردن یا نکردن، کیفیت و چگونگی اعتراض چپ به رژیم شاه آیا برابره با کاری که چپ امروز در برابر جمهوری اسلامی میکنه؟ نه، بیگمان نه، به مراتب ضعیف‌تره. چپ اروپایی قابل مقایسه نیست با چپ دوره دهه 60-70. رژیم شاه هم با رژیم جمهوری اسلامی قابل مقایسه نیست از خیلی لحاظ. در اینو برمیگردم توضیح میدم چرا که اینجوری فکر میکنم. ما با رژیم شاه میتونستیم هماوردی داشته باشیم، هماوردی سیاسی و حق همه کس بود، ولی با رژیم جمهوری اسلامی رابطه فرق میکنه به نظر من. اینجا ببخشید، منظورتون از هماوردی در واقع رقابت سیاسی؟ رقابت سیاسی، یعنی خصومت کامل؟ نه، منظورتون خصومت اینجا کامل نه، متوجه هستم. برای همین من میگم، ولی در حالی که جمهوری اسلامی پیشنهادی که برای روابط اجتماعی میکنه، برای پیوندهای اجتماعی میکنه، اینا بر ضد جامعه است، در حالی که چنین چیزی نبود برای رژیم شاه، با اینکه باید باش مبارزه میکردیم در جهت به دست آوردن آزادی بیشتر و برابری بیشتر. چپ همیشه در پی اینه که فکر میکنه ستم جهانی داره چجوری صورت میگیره و تحریم ها و خطر جنگ این و تجربه عراق و تجربه لیبی، این مسئله رو پیش آورده که کوششی هست برای سرنگونی یک حکومتی جدا از اینی که در داخل اون کشور چه میگذره و تحریم ها به این دلیله. و در این رابطه چپ جهانی یک حالت اینه که میگه خب ستم بی جاییست داره وارد میشه، و این ستم اگر در عراق به پیروزی دموکراسی انجامیده بود، اگر در لیبی به پیروزی دموکراسی انجامیده بود، چپ میتونست این زیر سوال ببره موضع خودش رو، و چون زیر سوال نمیبره اون موضع رو، به این نتیجه میرسه که این یکی رو نباید گذاشت به اون سرنوشت دوچار بشه. ممکنه این حساب غلط باشه، ولی با به قدرت رسیدن ترامپ ما تشدید این موضع رو در خیلی ها، حتی در میانه، نه فقط چپ، در خطوط میانه اپوزیسیون ایرانی هم دیده میشه دیگه خانم میزر. یعنی شدت خصومت با ترامپ خیلی ها رو میکشونه به سیاست هایی که ممکنه در نهایت تقویت کنه جمهوری اسلامی رو دیگه. به نظر من اون وقت تقصیر اون کسیست که این کار رو میکنه. اون کسی که داره با ترامپ مخالفت میکنه اگر بیفته به دفاع از جمهوری اسلامی، به نظر من اشتباه محض میکنه، به دلیل اینی که اتفاقا این دو همدیگر رو لازم دارن. جمهوری اسلامی بحران رو لازم داره برای اینکه به حیات خودش ادامه بده، و اتفاقا برای جناح‌های راست حاکمیت و برای کل حاکمیت به طور کلی در طی این چهار دهه بد نبوده دشمن داشتن، دشمن خارجی حیات داده بهش، و به این دلیل نباید ازش دفاع کرد. آقای جودکی، اون سیاستی که شما پیشنهاد میکنید مخرب نخواهد بود که جریان‌های چپ هر جا اثری از اسلام میبینن برن با اون بجنگن؟ معنیش اینه، مثال میزنم، اگر در مثلا مصر یک کودتا میشه و یک جنرال میاد به قدرت میرسه و دولتی رو از سر راهش برمیداره که به هر حال با رأی مردم انتخاب شد، جریان‌های چپ باید بیان از این کودتا دفاع کنن. قبل از اینکه سیسی قدرت رو بگیره در تمام مصر تظاهرات گسترده‌ای بود، تظاهرات خیلی خیلی گسترده‌ای بود، 16 میلیون آدم توی خیابون بودن. اینا رو هم باید توجه کرد، یعنی کودتا همینجوری پیش نیومد که اون حکومت. یعنی فکر می‌کنید یه کودتای مردمی بود؟ کودتای مردمی نبوده، این چیز سختیه بگیم، ولی طرفداری از مردم ازش طرفداری کرده. من فکر می‌کنم، حالا چون مصر رو گفتین من توضیح میدم، مصر کشور کمی نیست، مصر خاستگاه اسلام‌گرایی مدرنه، و اگه مصری‌ها متوجه شدن که با این حکومت اسلامی نمیتونن جای برن، با این تفاوت مصری با ایرانی ها اینه که مصری ها همشون خیلی آدم های دینداری هستن، در حالی که دین ایران در موقع انقلاب بخشی که خودشون مدرن میدونست
گونه شرمساری داشت در برابر بخش سنتی و یه جوری حکومت رو به اینا داد که از این شرمساری دارد. مصری ها چنین چیزی ندارن، مصری ها خودشون خیلی دین دارن و احتیاجی به یه حکومت اسلامی نداشتن. من فکر می‌کنم مصر رو بذاریم کنار چون این سوال خیلی مهمه، نمیشه اینجوری راجع به صحبت. میخوام نظر شما رو راجع به این توصیه‌ای که توصیه میشه گفت استراتژیکی که آقای جودکی میکنن و خیلی ها در میان سکولارهای ایران بهش اعتقاد دارن بدونم که نه فقط چپ بلکه سکولارها به طور کلی باید با اسلام بجنگن. ببینید جنگیدن با اسلام کار راحتیه، مشکل اینه که چه کار میکنید. آیا کودتای سیسی اسلام سیاسی و اخوان المسلمین رو در مصر از بین برد؟ نه، الان همچنان هستند. ایده رو باید از بین برد، باید اون فکر رو باهاش مبارزه کرد و به نظر من حرکت از بالا هیچ‌وقت این کار رو نمی‌کنه. در اگر من اختلافی با نوع برخورد سکولاریسم دوره پهلوی دارم، اینه که سکولاریسم از بالاست، مردم عادی که عوض نمیشن. شما الان به ایران نگاه بکنید، در نعمت جمهوری اسلامی ما جوانانی داریم که اعتقادی به مذهب ندارن. در افغانستانی که اتحاد جماهیر شوروی سعی می‌کرد سکولاریسم رو از بالا پیاده کنه، جنبش اسلامی خیلی رشد کرد. ضد خودش رو گاهی می‌تونه تبدیل کنه. یه نکته فقط خیلی کوتاهی هم بگم. ببینید چپ ایران گران‌ترین قیمت در سرکوب‌های بلافاصله بعد از قیام بهمن رو داد. تعداد کشته‌ها واقعاً بالاست. در یه چنین شرایطی به نظر من انصاف نیست که ما بگیم چپ ایران از حاکمیت جمهوری اسلامی دفاع کرد. در سازمانی که من بودم واقعا افرادی که زنده ازش باقی موندن معدودن، کمن. من کردستان با 40 نفر تو یه جا بودم، از اون 40 نفر 2 نفر زندن. در نتیجه بعده که به نظر من نبود، اشتباهه، تعمیم داد. و نکته دیگه اینه، دوست دارم این رو هم بدونم آقای جودکی، که اگر فکر میکنید که باید چپ‌ها با اسلام و به خصوص اسلام سیاسی مبارزه کنن اونجوری که در مصر شما میبینید، این چپ‌ها اگر بعد از انقلاب ایران چنین کاری میکردن چه سرنوشتی دچار میشدن؟ یعنی نتیجه آیا بهتر میشد؟ یک نکته بگم و بعد سعی میکنم به پرسشتون پاسخ بدم. چپ زیاد از سرکوب مسلمان ها توی چین دفاع نمیکنه، اصلا حرفش هم نمیزنه. یعنی در حالی که امپریالیسم واقعی الان در جهان امروز چین بیشتره تا آمریکا. این پرانتز رو ببندم. حتما این رو از خانم میزر خواهیم پرسید، بلکه اونچه که در چین میگذره خیلی موضوع مهمیه. بله. آیا چپ یا هر کسی احتیاجی دارم چپ باشه که بخواد با اسلام پیکار کنه؟ باید فکر میکنم اسلام مهمترین دشمن مسلمان ها هم هست. یعنی خود مسلمان ها اگه میخوان بدونن که دشمن واقعیشون یه اسلامه، برای اینکه باید با اسلام رو در رو توی چشمش نگاه کرد و فهمید. وقتی ما میگیم جمهوری اسلامی، نمیتونیم بگیم این یه فرقه تبهکاره، نمیتونیم بگیم اینا استبداد سیاسی هن. استبداد سیاسیشون از اسلامشون میاد و باید با اسلام مبارزه کرد، با اسلام رو شناخت و مبارزه کرد. خب اون وقت در جواب سوال من میخوام ببینم جواب من چه خواهد بود. پس اعتبار اخلاقیشون از دست دادن، کنش سیاسی خودشون هم ازشون گرفتن. یعنی وقتی که وارد شدن باید با یعنی فکر میکنید باید چپ ها از ابتدا می جنگیدن با اونچه که شما به طور کلی اسلام میگید، نه فقط حکومت اسلام، با اسلام می جنگیدن و سرنوشت بهتری بود برای اینکه اعتبار خودشون رو حداقل حفظ کرده بودن. بله، در آخر که دیدین که چی شدن. میخوام ببینم خانم میزر کماکان راجع به نظری دارن. ببینید این فرضیات میتونیم بذاریم که اگر این کارو میکردن چه میشد. اون بخشی از سازمان فدایی که من باهاش کار میکردم از روز اول اتفاقا گفت با اسلام سیاسی باید مبارزه کرد. ولی فراموش نکنید در کل اون دهه و دهه قبلش ایالات متحده سیاست عمدش در منطقه ما این بود که یک نوار سبز دور اتحاد جماهیر شوروی ایجاد کنه و اسلام سیاسی رو تقویت کنه برای تضعیف شوروی که تصورهای غلط راجبش داشتن. و بعد از اون هم نگاه بکنیم، در جنگ عراق یک سکولار رو که حالا آدم قاتلی بود، جنایتکار بود، من کاری به اونا نداشتم، ورداشتن یه حکومت شیعه‌ای که همه میدونستن و همه به هم به بلر هم به بوش گفته بودند این دولت شیعه است، متحد جمهوری اسلامی میشه، به قدرت آوردن. در چنین شرایطی اسلام سیاسی رو چپ قوی نکرده، اتفاقا
غرب بوده که به خاطر منافع مقطعیش در مقاطع مختلفی زمین ساز پیدایش این قدرت شده و این قدرت به نظر من در دوره کنونی از جمهوری اسلامی که بگذاریم به کنار، امکان مالیش از عربستان میاد، امکان مالیش از کشورهای خلیج فارس میاد، امکان مالیش غیر مستقیم از ایالات متحده میاد. در نتیجه چپ رو نمیشه مقصر دونست در رابطه با گسترش اسلام سیاسی. بیگمان من چپ رو مقصر ندونستم، چه مقصر رو اسلام دونستم. یعنی از این توانایی تو دل خودش داشته، به علت اینکه اسلام بعد از اینکه کشورهای مسلمان در حقیقت با مدرنیته آشنا شدن، کم کم این خطر رو احساس کرد و باید یک واکنشی انجام میداد. یعنی شما حرف خانم میزر رو میپذیرید که اسلامگرایی رو سیاست‌های غرب تنجید؟ نه، من فکر نمی‌کنم. این یک مثل تشدید کرده. اگه ما اینجوری بگیم، یعنی ما خودمون رو دوباره توی یک دیدگاه پاترنالیست میذاریم، انگار مسئول بدبختی های ما دیگران بودن. نه، مسئول بدبختی ما خودمون هست. آقای جودکی، تقریبا فکر میکنم حتی تاریخ نگارانی مثل برنارد لوئیس که راستگرا نامیده میشه هم میپذیرن که در اوایل قرن 20 و به سمت میانه قرن 20 که میریم این تشدید میشه. جنبش های استعمار ستیز جنبش هایی بودن که از حربه های ایدئولوژیکی که داشتن استفاده کردن برای ستیز با استعمار، و استعمار صداهای متمادی اینها رو فقیر نگه داشته بود و یکی از حربه‌ها اسلام بود. اونجا که اسلام در خدمت رهایی اینها بود و شاید اون چه که ستم ستیز بودن چپ مینامن خانم میزر از اونجا شروع شد. یعنی دیدن که این مردم استعمار ستیز که میخوان یوغ استعمار رو براندازن، از جمله استعمار بریتانیا، اینها از چی استفاده میکنن؟ از ایدئولوژی های بومی و یکیش اسلام بود. غیر از اینه شاید دو دیدگاه متفاوت هست به علت تجربه های متفاوت و این دوتا دیدگاه شاید باید با هم برخورد کنن تا ما با یک دید درستی برسیم. برای یک اروپایی مسلمون ستم دیده است، چون مستمره بوده، دیده اون توی خیابونا داشته کار میکرده. از دیدگاه من مسلمون ستمگره، ولی نه این درسته نه اون، چون که در این حالت داریم گوهرین میکنیم یه چیزو. باید ببینیم تو هر جای خاصی چه شرایطی هست برای مسلمان. نکته مهمیه، یعنی فکر میکنید ذاتی میکنید و ذاتگرایانه. بله، این درسته. ولی وقتی میگید مبارزه چپ باید با اسلام باشه، این نوعی ذاتگرایی نسبت به اسلام درش نیست. بله، من حتی نمیگم چپ، مبارزه هر کسی، پیکار هر آدمی. منظورم اینه که وقتی میگید اسلام، خود اون ذاتگرایی نیست، برای اینکه بلافاصله میشه گفت چه نوع اسلامی. اون چه نوع اسلام، بهترین چیز اینه، من به عنوان خود من اینو برای خودم میگم و برای دیگران هم پیشنهاد میکنم. ببینید توی فرانسه که من بهتر میشناسم، توی فیلسوفان فرانسوی سه تا برخورد بوده با اسلام: یا بی‌اعتنایی بوده، یا تنفر بوده، بیزاری بوده، و یا همدلی بوده. بیزاری و بی‌اعتنایی نتیجه مدرنیته است. اینا در برابر هر گونه دین دیگه این هم داشتن. همدلی به علت اون ستم دیدگی مسلمان بوده. و بعد دریافت این که اسلام توانایی اینو داره که توده ها رو بسیج کنه. بسیج توده ها رو به وسیله اسلام خیلی به چشم خودشون دیدن. در الجزایر و در ایران اینو دیدن. و این یه عامل خیلی مهمی بود در این میانه. ولی ما نباید اون چیزی که غرب زندگی کرده رو مال خودمون بدونیم، یعنی با هم با یه دید بی‌اعتنا به اسلام نگاه کنیم، چون که ما اسلامو داریم زندگی میکنیم و تجربه کردیم. خانم میزر، یک پدیده دیگه هم در غرب مشاهده میشه، از جمله مرعوب شدن بسیاری از روشنفکران سکولار و حتی چپ از اسلامگراها. توی اروپا مثالش بیشتره، یعنی هستن کسایی که مرعوب شدن، در واقع سکوت پیشه کردن نسبت به اسلامگرایی به دلیل اینکه تهدید شدن. این توی جریان چپ هست؟ اگر هست، این هم به هر حال از اون عوامل نیست که باعث میشه که اسلامگرایی، اگر هم نه با حمایت بلکه با سکوت از جانب چپ و سکولارهای متمایل به چپ مواجه بشه؟ ببینید، فلاسفه‌ای که میگید، برخیشون که اشاره هم شد، خیلیشون کسایی هن که خیلی جالبه در فرانسه اگه نگاه بکنید، از دریدا تا بوردیو تا هر کدوم اینا رو نگاه کنید، متولد کشورهایی هن که کشورهای مستعمره بودند،
و در نتیجه این مسئله به اصطلاح ضدیتشون با اون چیزی که تصور میکردند ستمه تأثیر گذاشته در بیانی که بعداً مطرح کردند. مثل کامو خیلی هاشون، من الان همه را فوکو خیلی هاشون. به نظر من در چپ این فرق داره. در چپ گاهی منافع مقطعیه، مثلا در بریتانیا و در فرانسه جنبش های ضد جنگ دیدن جمعیت وسیع تری به تظاهرات سالهای 2003-2005 میتونن وارد کنن و در نتیجه ائتلاف های به نظر من بی پرنسیپی بستند. یه مسئله دیگه از جمله ائتلاف با اسلامگراها، ائتلاف منظورم مشخص ائتلاف با اسلامگراها. یه جنبه دیگر این تصور در چپ که پدیده است در اواسط قرن 20 شروع شده پیام بیشتر شده و اونم اینه که چپ هرچی ضعیفتر شده پی جبهه است، پی اینه که به جای اینکه حرف خودشو بزن ائتلاف ایجاد کنه که قابل فهمه چون ضعیف بوده، ولی خیلی وقتها اون ائتلافی که منظور مثلا پیشقراولان جنبش مارکسیستی بوده این نبوده که شما ائتلاف کنید، حرفای خودتون رو عقب نشینی کنید، میدان رو بدید به کسانی که باش مخالفید. و در اینجا من موافقم که چپ در مقاطعی وارد این ائتلاف ها میشه به جای اینکه از موضع کارگری، سکولاریسم، برابری طبقاتی دفاع بکنه، کاملا میره زیر پرچم ائتلاف با اسلامگرایان که اینو مخاطبان ایرانی برنامه تجارب دردناکش رو به خاطر دارن. ولی سوالی که من پرسیدم رو شاید با یه مثال مربوط به انگلیس بهتر بتونم بیان کنم. چند سال پیش قرار بود یک نمایشی روی پرده بیاد، روی صحنه بیاد و این نمایش راجع به زندگی پیامبر اسلام بود. بلافاصله اعتراض اسلامگرایان همه جا رو گرفت و تو صدر خبرها اومد و طولی نکشید که کسانی که میخواستن این نمایش رو روی صحنه ببرن گفتن ما چنین کاری نمی کنیم. و اون موقع من اعتراضی از جانب نیروهای چپ انگلیس ندیدم به این رفتار اسلامگراها. این به ما چی میگه؟ به نظر من این ضعف نشان دهنده محدودیت ها و ضعف چپ انگلیسه، برای اینکه باید از چنین چیزی مطرح کرد. ببینید الان اتفاقا خودشون قربانی چنین سیاست هایی هن. وقتی شما با سانسور موافقت میکنید، سانسور گردن خودتون هم میگیره. الان در بریتانیا اعتراض به اسرائیل برابر شده با اینکه جلوی حرف زدنتون رو بگیرن، بگن شما یهودی ستیزید. شروع این که دقیقاً عدم دفاع از کتاب آیه های شیطانی سلمان رشدی. زمینه این که عدم دفاع از آزادی بیان. آزادی بیان در جامعه غربی رو چپ قبول کرد که باید سانسور بشه و خب طبیعی نتیجهش اینه. و این نوعی باز برمیگرده به این جبهه سازی ها، ایجاد ائتلاف های بی پرنسیپ. بله، این ائتلاف ها ممکنه دامن کسانی که چون شما میاندیشن رو هم بگیره. آقای جودکی، به این معنا که شما اگر معتقد هستید با اسلام باید بجنگن چپ ها و دیگر سکولارها، معنیش اینه که خودشون رو ممکنه در کنار ترامپ ببینن. خب این هم شبیه اون نوع ائتلاف ها خواهد بود که چپ رو دارید متهم میکنید که تن بهش میده. چرچیل در کنار استالین وایساد با هیتلر جنگ کنه، فکر میکنم ترامپ یا دیگران اعتبار بیشتری داشته باشن تا استالین. ولی بحث من این نیست. این در واقع ایرادی در این نمیبینید که ایراد اونا همشانه بازم یه اونا هماورد سیاسی هن. بین هماورد سیاسی و دشمن باید تفاوت گذاشت و این باید در نظر گرفت. و همونجور که گفتم اسلام دشمن مسلمان هم هست. بذارید من دقیق ببینم منظور شما چیه. یعنی شما معتقد هستید چپ ایرانی، سکولارهای ایرانی اگر هم راه و مؤتلف با ترامپ باشن برای مبارزه با اسلام و اسلامگرایی، هرچند آقای ترامپ با اسلام نو عربستان سعودی مشکلی نداشته تا حالا، به هر حال از اون بگذاریم، شما ایرادی در این نمی‌بینید؟ شما دارین یه فرضیه پیش میکشین که خیلی کلیه. اگه واقعا به اونجا بکشید، ولی وقتی میشه، شما مقایسه میکنید، بله، بله، اگه میگید در نهایت وقتی که در برابر هیتلر، استالین و چرچیل با اسرائیل با استالین هم پیمان شد، در شرایط خیلی خیلی دشوار میشه با ترامپ هم. بله، ببینید مسئله فرق داره.
هیتلر یک قدرت بزرگ اقتصادی بود. جمهوری اسلامی کشور تحریم شده است که توانایی پرداخت حقوق کارگرها و کارمندای خودش را نداره. قبول دارم که فساد و مسائل دیگه باعث بدتر شدن اوضاع شده، ولی این کشوری است از دنیا جهان در حال توسعه که توسعهش مدت هاست توقف پیدا کرده، نه توانی داره نه قدرتی داره. در واقع دارید میگید که هیتلر قوی بود و ظالم بود، جمهوری اسلامی در این معادله مظلومه. باز این مظلوم چپ رو در کنار ستم دیدی یا مظلوم نمیدست؟ مظلوم نیست، ضعیفه و قابل مقایسه نیست. و ترامپ مسئله دیگه است. ترامپ متحد راست جهانیه، متحدش در اروپا مجارستانه، لهستانه. اگه بخوایم سابقه تاریخیش رو وصل کنیم شاید به هیتلر نزدیکتره. در نتیجه به نظر من و ترامپ مسئلهش ایران نیست، مسئلهش تغییر دادن نظام جهانی به نفع ایالات متحده است، در هم شکستن هر مانعی برای قدرت کامل اون چیزی که میگه امریکا از جمله جمهوری اسلامی، از جمله همین باعث نمیشه چپ‌هایی کنارش قرار بگیره. من دشمنی با ترامپ در رابطه با جمهوری اسلامی نیست، در رابطه با ایرانه، در رابطه با در هم شکستن اون چیزی است که ما بهش ایران میگیم. چرا که برنامه نتانیاهو و ترامپ در رابطه با منطقه ما فقط جمهوری اسلامی نیست، تک پاره کردن ایران به منظور نداشتن هیچ آینده‌ای برای اینکه کشوری بتونه مقابل اسرائیل باشه. این ذهنیت خانم میزر که مسئله ترامپ ایران و قصد اون و نتانیاهو تک پاره کردن ایرانه، خواهناها به این نتیجه نمی انجامه که به این ترتیب اونی که از جانب ایران داره مقاومت میکنه علیه این جبهه اون رو باید در کنارش ایستاد؟ اون نمیشه جمهوری اسلامی؟ من در هیچ مقطعی در این چهار دهه نایستادم در کنار جمهوری اسلامی و هنوز هم نمیستم. شما راجب خودتون صحبت میکنید، من دیدم کامنتی اظهار نظری راجب خود شما از جانب یکی از مخاطبانتون که نوشته بود که شما وقتی به زبان انگلیسی مینویسید یا حرف میزنید به عنوان یک منو میشه گفت یک رهبر چپ انگلیس دیگه، شما سردبیر این نشریه مهم انگلیسی هستید، در اون زمانها شما علیه آمریکا، علیه نمیدونم راست جهانی صحبت میکنید، وقتی به فارسی صحبت میکنید از جمله در برنامه های ما شما علیه جمهوری اسلامی هم حرف میزنید و گویی به یک زبان یک مخاطب دارید، یک اولویت دارید، به زبان دیگه یک مخاطب یک اولویت دیگه، این معنیش چه هست؟ در هیچ مقاله انگلیسی از من پیدا نمی کنید که درش به جمهوری اسلامی حمله نکنم. در هیچ مقاله. ممکنه وزنه اعتراض من به تحریم ها، به جنگ ستیزی در منطقه ما، نه فقط در رابطه با ایران، به جنگ ستیزی در منطقه ما بیشتر باشه وقتی راجع به دارم به انگلیسی میزنم، ولی در همون مقاله می نویسم که نمیشه اوضاع اقتصادی وحشتناک، نابرابری طبقاتی چشمگیر در جمهوری اسلامی رو تقصیر فقط تحریم ها دونست. این سیستمه که این رو به وجود آورده، این حکومت جمهوری اسلامیه که این الیت که در دنیای موازی از مردم عادی در کشور ما زندگی میکنن رو به بار آورده. فراتر از اون میرم، من میگم فرهنگ مبتذل امریکایی که در ایران رایجه رو جمهوری اسلامی در عدم موفقیتش بر تحمیل فرهنگ اسلامی زمینه داده رشد کنه. و در نتیجه من هیچ جایی در هیچ نوشته انگلیسی نیست که اینها رو ولو مثلا یه پاراگراف باشه ها، در برابر سه پاراگرافی که بر علیه امریکاست ننوشته باشه. اجازه بدیم. فرهنگ آمریکایی نیست، این فرهنگ آخوندیه که این کشور رو به فساد کشونده. فرهنگ آخوندیه که این کشور رو به فساد کشونده و از این لحاظ باید با اینا پیکار کرد. پیکار واقعا گسترده در تمام شاخه‌ها، چون که فرهنگ آخوندی یعنی بی فرهنگی آخوندی، چون اصلا گفتن فرهنگی با آخوندی اشتباه است. اینا در پیکره جامعه، نه تنها شاهرگای جامعه، در مورک‌های جامعه ایران خودشونو گسترش دادن و اینجا رو این سرطان اصلی اینجاست. من فکر کنم اگه شما نگاه بکنید به مثلا توهمی که مردم ایران به غرب دارن، جوانان در ایران دارن، اتفاقا نشون میده که در عکس العمل به تحمیل بی فرهنگی اسلامی یک تصورات بی جایی از اون چه که در غرب میگذاره وجود داره و
من نقش خودم رو در این میدونم، نه اینکه بگم در غرب فرهنگ زیاده، سواد زیاده، دانشگاه‌های خوب هست غیره، ولی نابرابری هایی هم هست، مشکلاتی هم هست. یکی از نقش های خودم رو در مقاله فارسی یا نوشته فارسی متوازن کردن این دو میده و هیچ وقت دفاع نمی کنم. بذارید راجب ایران زیاد صحبت کردیم در شرایطی که سوال فراتر از ایرانه، یه مثال دیگر رو برگزینیم. ونزوئلا، کمابیش مخاطبان برنامه میدونن در ونزوئلا الان چی میگذره. چپ در ارتباط با ونزوئلا چجور رفتار کرده؟ آیا همون چیزی که شما میگید اشتباه و خطا است در ارتباط با ونزوئلا هم در عمل به وقوع نپیوست؟ به نظر من شده و دقیقا نشون میده که این فراتر از قضیه اسلامه. در رابطه با کشورهای دیگه هم من نشریه که ما مینویسیم هیچ وقت از کوبا دفاع نکرده، هیچ وقت از ونزوئلا دفاع نکرده. مقاله هایی که داشتیم نقد مارکسیستی از ونزوئلا بوده، ولی این هم هست که میتونیم بگیم ما با تغییر رژیم از بالا در ونزوئلا مخالفیم بدون اینکه از دولت کنونی دفاع کنیم. در انگلیسی یک مثالی هست، چپ ها چنین رفتار کردن به طور عمومی، یعنی تونستن این موازنه رو واقعا چنین هست، یعنی جریان های عمومی چپ تونستن بگن که ما به همون میزان که با آمریکا ستیز داریم با رهبرانی که یک مملکتی رو اینجوری به نویسنده، مثلا نویسنده های زیادی در سازمان های چپ رادیکال انگلیس مثل سوشالیست ورکرز پارتی، سوشالیست پارتی نوشتن در رابطه با نقدشون رو از نوع مثلا آخرین انتخابات در ونزوئلا که انتخابات مناسبی نبوده مطرح کردن، نقد خودشون رو در اینی که آیا اصولا میشه در یک کشور کاری کرد و در نتیجه آیا از درس ونزوئلا یا کوبا این نیست که نمیشه سوسیالیسم در یک کشور پیاده کرد زیاد نوشتم. سعی میکنم خودم مثل یه چپ فکر کنم در برابر ونزوئلا، و اون وقت وقتی فکر میکنم میبینم که واکنش های جنگ سرد هنوز وجود داره، یعنی ممکنه جنگ سرد وجود نداشته باشه ولی واکنش های جنگ سرد وجود داره. یعنی میشه از پوتین به علت یادگار شوروی دفاع کرد، از چین دفاع کرد و حساب کرد یه سری کشورها کوبا، ونزوئلا، ایران دارند با آمریکا و با امپریالیسم میجنگن. این یه واکنشی که اینا نگرش داشتن. ولی چون اسم پوتین بردید، من میخوام اتفاقا بعدن از خانم میزر بپرسم که هستن چپ هایی که از پوتین دفاع میکنن به خاطر اینکه ایمانوئل تور توی فرانسه، از پوتین هم دفاع میکنه. ولی به عنوان خودم، از نظر خودم میخواین بدونید، ما یه سیستم چیرگی استیلای جهانی داریم که توش آمریکا، ایران، ونزوئلا، یعنی اونایی که دارن حکومت میکنن همشون دستشون با هم یکیه. ما باید با این سیستم استیلا مبارزه کنیم. شما خیال میکنید جمهوری اسلامی یه بخشی از سپاه پاسداران بیشترین سودا رو از این تحریم آورده؟ من فکر میکردم تا حالا شما میگفتید که باید با اسلام مبارزه کنیم، حالا فکر میکنید با سیستم استیلا باید مبارزه کرد که توش آمریکا هم هست و اسلام هم جزش، ولی آمریکا هم توش هست. آمریکا پس در واقع این در واقع استراتژی دیگه است. شما گفتن اینکه با سیستم استیلا باید جنگید که چین هم میتونه توش باشه، و گفتن اینکه با اسلام، با این اسلام متفاوت است. اسلام هم پول داره، هم تعدادشون زیاده، یعنی قدرت زیادی داره و جزء این سیستمه. و اگه برای کشور خودمون باشه، برای ایران، من گفتم باید با اسلام مبارزه کرد. توی اروپا هم داریم میبینیم، یعنی بعد از کشداری که انجام دادن القاعده از توی روزنامه شغلی ابدو، بله، تظاهراتی که صورت گرفت سکوت کامل بود، مردم صحبت نمی‌کردن و این سکوت، سکوت خوبی نیست، برای اینکه میخوام بگن این اسلام نبود، اینا یه سری آدم انتگریست بودن، افراطی بودن. این سکوت الان تمام ما رو در بر میگیره، یعنی اسلام جزء اون سیستم استیلای جهانی. این اون نکته بود که من با مثال اون نمایشنامه و اجراش در انگلیس گفتم. فکر میکنید واقعا خطا است اگر کسی بیاد بگه که یه سکوت نسبی نسبت به مظاهر اسلامگرایی در غرب حاکمه و این سکوت به هر حال نشان مرعوب شدنه یا نیست؟ من فکر کنم حداقل در دورور خودمون، چه بریتانیا چه امریکا، امروز سکوت در رابطه با اسرائیل خیلی قوی تره. یعنی شما حق ندارید راجع به اسرائیل هیچ حرفی بزنید تا راجع به اسلام. و چپ مقصره برای اینکه زمینه ساز این
نوعی پولیتیکال کورکتنس غلط بوده، مرعوب شده در این قضیه. راجب اسرائیل از آقای جودکی خواهم پرسید، ولی راجب اسلامگرایی رد نمی کنید که چه این چیزی هست؟ رد نمی کنم، ولی این بسیار کمتره. ببینید همین اسلام سیاسی که القاعده یه ورشه، بغدادی یه ورشه، این امکان مالیش رو از کجا به دست آورده؟ و من از خانم کلینتون نقل قول میارم که امکان مالیش و تولدش با ایالات متحده بوده. خانم کلینتون با اون پولایی که بعد از پایان جنگ عراق به اسم بازسازی ریختن، بازسازی دیدن. حتی قبل از اون خانم کلینتون میگه ما القاعده رو در افغانستان رشد دادیم و بعد در جنگ بعد از جنگ عراق این کار رو کردیم غیره. در نتیجه ببینید توان این توان مالی قابل کنترله. یک رئیس جمهور یا یک حکومت دیگه‌ای در ایالات متحده سیاست دیگه‌ای میتونه نسبت به عربستان سعودی و امکانات مالیش بگیره که توان خیلی از اینها رو تضعیف خواهد کرد. و اتفاقا جمهوری اسلامی رو هم تضعیف میکنه، چون جمهوری اسلامی در ضدیت با ایناست که ارزندان رجب دیالوگ کنید. ببخشید، شوروی به افغانستان حمله کرد و از این فرصت آمریکا شاید سوء استفاده کرد، ولی شوروی حمله کرد. من کاملا قبول دارم. بحث خانم کلینتون اینه که ما برای مبارزه با دولت دستخوانده شوروی در افغانستان این پولا رو ریختیم. دیالکتیک رابطه بین اسلامگرایی و آمریکا خیلی پیچیده است. این میتونه موضوع بحث ویژه‌ای در پرگار باشه، ولی میخوام نظر شما آقای جودکی در مورد اون چه که خانم میزر پیشتر گفت رو بپرسم، که چپ حداقل در اروپا احتمالاً منظورشون یا شاید در آمریکا هم اگر بخواید بگید مرعوب شده، بیشتر مرعوب لابی های اسرائیل شده. ایشون میگه به این دلیل که تا میان از اسرائیل انتقاد کنن محکوم میشن به یهودی ستیزی. چه این چیزی هست؟ اینجا یه دیالکتیک پیچیده ای هست که سعی میکنم به ساده بگم. دولت اسرائیل مثل هر دولت دیگه ای باید انتقاد کرد ازش، مثل هر دولت دیگه. ولی اگر یک لحظه این اتفاق صورت گرفته که اسرائیل با یهودیان یکی شده، این یه اشتباه است. این یک اشتباه است. حالا ممکنه اینو چیز کرده باشن به علت ویژگی خاص یهودیت، برای اینکه یهودیان یه قومن و این هست، ولی بیشترین ضد یهودیت ها خود یهودی ها بودن و این خیلی مهمه. اینجا این اشتباهی که صورت میگیره اینه که خود چپ اسلام رو با مسلمان یکی میکنه و این اتفاقا خواست اصلی اسلام هم بوده. یعنی اسلام میخواد مسلمان از درونش چنان تویی کنه که به جز اسلام چیزی نداشته باشه. و در نتیجه همون اشتباهی که همون انتقادی که داره میکنه به اسرائیل خودش شامل این انتقاد میشه، برای اینکه اسلام و مسلمان رو یکی میکنه. و اینجا باید بازم شما که دنبال موازنه هستین اینجا هم یه موازنه ای پیدا کرد. میخوام نظرتون رو بدم، برای اینکه این خیلی مقایسه جالب و در این حال پرمسئله‌ای شد. یعنی هم به همون شکلی که بعضی از طرفداران اسرائیل هر کسی که انتقاد کنه از اسرائیل رو با چوب یهودی ستیزی میرانن، میگه این اگر یک خبط هست و ایراده است، این رو تو چپ هم میبینیم در ارتباط با مسلمانان. یعنی اگر با اسلام بخوای مبارزه کنی، میگن با مسلمانان داری مبارزه میکنی. این اشتباهه، درسته، و باید نقد کرد این رو و باید باش مبارزه کرد. چون مثلا اینی که مسلمانان در بریتانیا یا در فرانسه در موقعیت اقتصادی بدی هستند، باید جدا کرد از اینکه مسلمانان اینها به این مسلمانانی هم هستند در بریتانیا که سرمایه های بزرگ دارند. در نتیجه باید حتما باید این جدایی رو پیش کشید. و این اگه بخواید من از هیستریا راجع به اسلاموفوبیا مخالفشم. اینم نکته ایه، یعنی اسلام حراسی رو این سیاستی که شما میگید تشدید نمیکنه، یا بر اساس اون چه که میگید اصلا ممکنه بگید که چیزی به اسم اسلام حراسی نداریم و این ساخت پرداخته چپ ها و نمیدونم لیبرال هاست. اسلام حراسی اگه یه وظیفه نباشه یه حقه. اسلام حراسی یک حق نیست، چون ادامهش خیلی عمیق تره از این قضیه. برمیگرده به اینکه به همه افراد اسلام ستیزی در خیلی جاها هندی ها رو وقت مورد حمله قرار میده، چون تیره پوست ها رو مورد حمله قرار میده. ولی من قبول دارم که
ما باید جدا کنیم افراد رو از دینی که دارن. این ربطی به هم نداره و مشخصا دفاع از فقرایی که در مثلا شهرنشین های دور هومنشین های حول پاریس هستند و از نظر امکان مالی وضع بدی دارند، دفاع از اینها نباید دفاع از اسلام سیاسی باشه یا از اسلام باشه، چون ربطی به قضیه نداره. فقط یه مثال براتون بزنم خانم میزر که چقدر دشوار جدا کردن افراد از اعتقاد دینیشون. بذارید مثال رو اینجوری بگم که خیلی کوتاه باشه. یه آشپز سریلانکایی یا شاید بنگلادشی بود در بی بی سی در مصاحبه گفت که شما به شخص من، به همسرم، به فرزندم اهانت کن، بدترین فحشا رو بهشون بده، من ممکنه خیلی واکنش خشن نشون ندم، اما به پیامبرم اهانت کن، من حاضرم سر بزنم. جدا کردن اونجا که به ایدئولوژی ها میرسه، جدا کردن آدم از اعتقادات اون آدم فوق العاده دشواره. درسته، ولی کسی که فکر میکنه فکر مترقی تری داره باید در درون خودش این جدایی رو به وجود آورده باشه و بحثی که میکنه این جدایی رو مطرح کنه. ولو مورد منظور خانم میزر اینه که شما چنین نمیکنید به عنوان یک فرد مترقی، چون گفتم باید بین اسلام و مسلمان فرق گذاشت و حتی اگه وقتی نمیکنن بین اسلام و مسلمان فرق نمیذارن که بخشی از چپ اینو میکنه، در حقیقت دارن همون ادامه گسترش اسلامه. واقعا اونهایی که مثل شما میاندیشن میتونن چنین ظرافتی رو بهش پایبند باشن. من همین دیروز پیروز کاریکاتورهای یه کاریکاتوریست ایرانی رو دیدم که ظاهرا راجع به اسلام بود، اما وقتی نگاه میکردید به این مجموع کاریکاتورها میدیدید که مملو از تحقیر زنان مسلمانی که چادر دارن و صاحب بچه میشن. من پاسخگوی اون کاریکاتوریست نیستم، پاسخگوی خودم که هستم. این تفاوت رو باید گذاشت و همه حرف من بر همینه. اولم گفتم بزرگترین دشمن مسلمان ها اسلامه، یعنی به خاطر دفاع از مسلمان ها میگم باید اسلام رو نقد کرد، نقد صریح، نقد بدون پرده. و نباید ما خیال کنیم اون چیزی که در غرب اتفاق افتاده ما هم میتونیم از این استفاده کنیم، سر سفره حاضر آماده بشینیم. نه، ما هم باید اسلامو همون جور که اونا از اسپینوزا تا مارکس نقد کردن، مسیحیت و یهودیت، ما باید با اسلام همین کارو بکنیم و این اسلامو باید از خود متنای مسلمان، از خود تفسیرهای قرآن بخونیم و بفهمیم و نقد کنیم. من فکر کنم نقد همه دین‌ها، چون دین مسیحی بعضی صحبت‌های یهودی ستیز داره که اگر بخونید شما می‌بینید قابل مقایسه با هیچ چیزی که الان گفته میشه نیست. نقد مذاهب طبیعی است، کار هر آدمی است که نگران آینده بشریته، به خاطر اینکه پوپولیسم یکی از راه‌هایی که برای به انحراف کشیدن جوامع مترقی و غیر مترقی داره مذهبه و در نتیجه نقد مذهب باید در دستور کار باشه، منتها باید ظرافت باشه. اینی که شما مثالی که آوردید در حقیقت کاریکاتوری است، نقد مسلمانه نه نقد اسلامه. بسیار خب، البته من مطمئنم بیشتر راجع به این میشه صحبت کرد، چند دقیقه شاید در پادکست برنامه صحبت کنیم، اما همینجا از بیننده تلویزیون این برنامه خداحافظی میکنیم. ممنون از شما که پای این بحث نشستید و ممنون از مهمانهای برنامه آرش جودکی و یاسمین میسر. پرگار رو پیش از پخش از تلویزیون روی یوتیوب منتشر میکنیم تا اگر مایلید اون رو شنبه زودتر ببینید، هم پرگار تلویزیونی و هم پادکست، یعنی نسخه شنیداری پرگار در وبسایت بی بی سی فارسی منتشر میشه. پادکست برنامه ها که اندکی طولانی تره و صحبت خودمونی بعد از خاموش شدن دوربین ها به اون اضافه میشه، همونجوری که چند دقیقه پیش اشاره کردم، رو در کانال تلگرام بخش فارسی بی بی سی هم میتونید دریافت کنید. شب و روز بر همه شما خوش.